این دوره مسابقات ملی هوافضا در رشته های مختلفی مانند پرواز پهپادهای سرعتی و پرواز گلایدر با هم رقابت می کنند. یکی از ویژگی های مسابقات اینه که خلبان به صورت غیر مستقیم این پهپاد سرعتی رو کنترل میکنه، یعنی با استفاده از این دوربینی که جلوی این پهپاد سرعتی تعبیه شده اون رو کنترل میکنه. چه مشخصاتی داره پرنده شما؟ پرنده ما پرنده سرعتیه، برای مسابقات ریس استفاده میشه و باید یه سری موانع با بالاترین سرعت ممکن رد کنه. بعضی ها موفق بودن و البته بعضی ها هم نتونستن پرنده خودشونو خوب پرواز بدن. دلیل نویز زیادی که این ارسال تصویر ما داشت، تصویر خوبی نداشتم، دید خوبی نداشتم، چون این مسابقات با دید اول شخصه دید خوبی نداشتم. با توجه به اینکه هر پرنده ای چه زمانی رو طی میکنه و چه تعداد مانعی رو پشت سر میگذاره امتیاز دهی صورت میگیره. در مسابقات پرواز پهپادهای سرعتی 10 تیم و در مسابقات پرواز گلایدر 51 تیم حضور دارند. سه متر بالا رفت؟ سه متر رو برای دو سه متری بالا رفت. برای از لحاظ طولی ته و زد و خب این خیلی اهمیت بالایی داره توی مسابقات. ویژگی گلایدر ما اینه که اولا به خاطر اینکه با لانچر پرتاب میشه، همچنین ارتفاع زیادی بره، هم که مسافت بسیار زیادی رو میتونه بره با توجه به وزنی که داره. ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت هدفیه که این دوره از مسابقات دنبال میکنه. این مسابقات هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی میتونه معیار سنج خوبی برای تحقیقات و کاربردیت کردن تئوری هایی که میخونن باشه. دهمین دوره مسابقات ملی هوافضا تا 15 اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر ادامه داره.